به تو امثال تو را مقتول میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود همیهنان، با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های زاگرس با شما هستیم. امروز یک شنبه 23 اردیبهشت، بعد از یک هفته پرجنجال در رابطه با تهدیدات اتمی جمهوری اسلامی کنارتون هستیم. افتضاح حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل، 99% پهپادا در آسمان رهگیری شده بود. اون بازدارندگی و ادعاهایی که میکردند به بنبست رسید. مرحله تازه‌ای از زمزمه برای رونمایی از سلاح اتمی در بین مقامات شروع شده. کمال خرازی، دست راست آقای خامنه‌ای، ادعا کرده که اگر فشارها زیاد باشه برای موجودیت، به گفته او البته، ایران، ولی شما بخوانید نظام، هیچ بعید نیست دکترین اتمی جمهوری اسلامی عوض شد. دکترینی که آقای خامنه‌ای به اصطلاح قبلا گفته بود دستیابی به بمب اتم یا ساخت اون حرامه. مثل اغلب هفته ها، این هفته شهرام سبزواری با ماست و یک مهمان ویژه داریم، یکی از تاپ های نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی که بعد از انقلاب هم سابقه حضور در جنگ ایران و عراق رو داشت. از خوب هاست، از ستاره هاست، کاپتان باباییان. هر دو مهمان گرامی خوش آمدید. جناب باباییان، با شما شروع کنم. درود بر شما و درود بر بینندگانتان و مردم غیور ایران. شهرام، درود به شما حامد جان و درود به مردم شریف ایران، ملت شریف ایران، و باعث افتخاره که خدمت جناب باباییان هستیم، از اسطوره‌ها و کاپیتانان برجسته نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، ارتش ایران، البته ارتش ایران، و اینکه تایر سوارای جیگر خاصی دارن. حامد جان اینو حتما مد نظر داشته باشید که فرق میکنه با فانتوم سوارا یا تامکت سوارا. تاگیر سوارا اصلا اون سلاحشون تو دستشونه، کف زمینن، ارتفاع پس، لو پس، جوری که کلاه از سر بره، کار این عزیزان بوده. حالا بریم جلوتر تا بقیه داستان. برای اونهایی که جوانتر هستن، شاید با کاپتان باباییان کمتر آشنان، ایشون به حال بعد از اینکه دوران خدمت در نیروی هوایی رو به حال تمام کردن یا نیمه تمام به گذاشته شد، می توانست از سرمایه هایی باشه که هم به ایران خدمت بکنه و هم به نسلی از جوانان. ولی خب مثل 1001 نخبه ایرانی که به 1001 دلیل مجبور به تبعید اجباری شدن، ایشون هم ایران رو ترک کرد. اما جزو نفراتی بودش که به شایستگی در ایرلاین های امریکا شروع به کار کردن و اتفاقا سری از سوال‌های ما هم راجع به دیدگاه‌های اون و اطلاعاتی است که در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت. به عنوان اولین پرسش، جناب باباییان، برگردیم به دورانی که شما تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودید به عنوان یک افسر جوان، و دورانی که زندگی شخصی خودتون رو به عنوان یک افسر شروع کردید، حالا تشکیل خانواده و رفتن و گشتن پی منزل. این سوال از این جهت مهمه که الان افسران جوان، خلبان، نیروی زمینی، نیروی دریایی یا اغلب نظامی ها، نیروی انتظامی، بعد از فارغ التحصیلی اولین اتفاقی که برای این افسران میفته بیپولی است. کار به جایی میرسه که حتی ممکنه در طول دوران خدمت مجبور بشن بعد از پادگان لباس خدمت رو داخل یک کوله پشتی یا یک ساک بگذارن، یا در اسنپ کار بکنن، یا در عنوان نگهبان یا شیفت شب از زور خستگی. شرایط زندگی شما بعد از دورانی که تازه فارغ التحصیل شده بودید به عنوان یک افسر چطور بود؟ عرض کنم خدمتون، جای تأسف، واقعا جای تأسف این چیزی که شما اشاره کردید. ارتش همیشه پشتیبان ملت و پشتیبان و نگهدارنده سرزمین ایرانه. ببینید، من بعد از که فارغ التحصیل شدم از امریکا برگشتم به ایران، بلافاصله برنامه ریزی شد بود، من را فرستادم برای دوره F5
و تا زمانی که در پایگاه وحدتی دوره ترینینگ می دیدم جای هتل هایی بود به اسم هتل ستاره، در اونجا زندگی می کردیم. پولی که در امریکا به ما می دادن ابتدای امر یه مقدار 300 دلار بود که بعد از 6 ماه به 900 دلار رسید و پول بسیار خوبی بود که ما یه مقدار زیادی اونو پسنداز می کردیم. پول سالری ما یا حقوق ما در ایران کاملا جمع می شد. بیشتر ما وقتی که به پایگاه می آمدیم بر اساس سینیوریتیمون، اولا که هممون توی هتل ستاره بودیم و به ترتیب به ما خونه می دادن و خونه ها فری آف رنت، و ببخشید من بعضی وقتا از نه پول آب برق می دادیم نه پول چیز دیگه ای، اصلا پول شما نمی دادیم و کاملا در یک زندگی راحت، نه مرفه، راحت بودیم، بسیار راحت بودیم. و ببینید خیلی سخت کسایی که متوجه بشن ما خلبانان شکاری تنها گروهی هستن در دنیا که وقتی که با هم جمع هستن همشون یک شکلن، همشون یک کار میکنن و درجه انقدر اهمیتی نداره که وقتی که با هم به پرواز میرن اون موقع است که کسی که لیدره باقیه باید اونو سر صدا بکنن. این کامیونیتی مخصوصه و برای همین هم هست که ما الان بعد از 40 سال در خارج از ایران هنوز ما خلبانا با هم جمع میشیم و هنوز و از همدیگه پشتیبانی میکنیم، مواظب همدیگه هستیم. زندگی بسیار زندگی راحتی بود. درسته که در جاهای مختلف ما در حال ترقی بودیم، کشورمون در حال ترقی بود، پایگاه ها قبلا آب نداشت، بعد به ترتیب هی ما روز به روز، واقعا این رو بهتون بگم، روز به روز ما داشت مملکت ما داشت بهتر میشد. من یه مثالی براتون بزنم. من بچه تهرانم، من قشنگ آب آبانبار یادمه و بعدن لوله کشی آب اومد. من وقتی که تونستم آپارتمان بخرم با پولی که از امریکا جمع کرده بودم و بعد گذاشتم تو بانک اکبتان هر 2 ماه یک بار 100,000 تومان میداد، بعد از 8 ماه 10 ماه من تونستم وام بگیرم، 400,000 تومان وام گرفتم، 100,000 تومان هم که تو حسابم بود. یک وقتی که من یه آپارتمان خریدم، آپارتمان من فنکوئل داشت، نه تنها لوله کشی آب داشتم، لوله کشی گاز داشتم. این پراسپریتی یا این ترقی رو شما چجوری میخواین؟ نه من از پدرم پرسیدم چه خبر بود قبلش، نه از مادر بزرگم پرسیدم چه خبر. ما ترقی رو به چشممون میدیدیم. برای همین واقعیت بود که من همیشه خودم رو تشریح میکردم که مثل یک ماشینی با 100 کیلومتر سرعت به یه دیوار سیمانی خوردم زمانی که مردم شورش کرده بودن. نمیتونستم بفهمم چششونه، این ملت چشه، چی میخواد. مگه سوالتون رو جواب داده باشم؟ اگه سوال دیگه ای هست در خدمتتونم. حتما. شهرام، فکر میکنی الان خریدن خانه برای افسران درجه داران ارتش یا نیروی انتظامی اینها مقدور باشه؟ خب من همینطور که کاپیتان بابایان صحبت کردن بنده افسوس میخوردم. ببینید خب پدر منم جزو همون خانواده خلبانان بوده، سرعت پیشرفت به قدری بوده اون موقع خصوصا تو پایگاه، سریع همه چیز عوض میشده و میرفتن رو به جلو، یعنی زندگی هاشون داشت تماما به سوی مرفه میرفت و
فرق نمی کرد، فقط هم بچه های نیرو هوایی نبودن یا بچه های ارتش نبودن، کارخونه ها هم همینجوری بود. اون برنامه هایی که برای کارخونه ها ریخته شده بود، برای کارگران هم ریخته شده بود، این بود که اونا برن حتی به اونا هم خونه سازمانی داده بشه مثل خونه های ارتش، حتی برای اونا هم باشگاه ورزشی درست کنن مثل. ولی امروز ما اینو نمی‌بینیم. امروز حالا اون که خلبانه یه حق پروازی میگیره، یه حق گانری میگیره، یه امتیاز خاصی داره، یه مقدار لول حقوقیش بالاتره، ولی به نظر شما اون گروبانی که تو اداره پرسنلی داره پرونده ها رو میرسه، یا مثلا تو اردونانس سابق اداره پرسنلی شده الان برو، اون اردونانس سابق داره خدمت میکنه با 8.5 میلیون ماهانه یا 9 میلیون ماهانه که جمعاً 200 دلار هم نمیشه، زیر 200 دلاره، به نظر شما با این خرجایی که داخل کشور هست یه دونه کاپیچینو میخوام بخورم بعد نزدیک 1 میلیون تومان پیاده بشه، وقتی مثلا بخواد با همسرش بره حتی یه کافه، یه دونه کافه بخوره، نزدیک 1 میلیون تومان براش هزینه پیدا میکنه، چجوری میخواد تشکیل خانواده بده و چجوری میخواد اصلا فکر خونه دار شدن بکنه؟ ببینید این بحث هست. تازه الان کاپیتان فرمودن که ما وقتی وارد خونه های سازمانی میشدیم هیچی از ما نمیگرفتن و خیالمون کلن از زندگی راحت بود که جای مسکن و نوع زندگی و حتی نوع باشگاهی که داشتن اونجا باشگاه افسران بود، بعد خانواده ها چقدر راحت بودن، نفت، همه چیز در اختیارشون بود، ولی الان دارن ازشون اجاره میگیرن. ما 1.5 میلیون تومان حق چیز میگن راهبری، یعنی تعمیرات ساختمونا رو میگیرن، ساختمونایی که شاهنشاه ساخته بوده. همینطور بیا شما جلو، دارن پول قبض آب، برق، گاز، همه رو از اینا دارن میگیرن، یعنی چیزی نیست که اینا دیگه ارتشیا پرداخت نکنن یا سازمان بخواد براشون پرداخت کنه. این فشاری که آوردن، همونجوری هم که تو برنامه‌های قبل عرض کردم، ستون فقرات بچهای ارتشو گرفتن تو دستشون، دارن فشار میدن با بحث معیشت، یه جور بردیداری نوین راه انداختن تو سیستم نظامی کشور. حالا جلوتر بریم، من بیشتر توضیح میدم اینو، خدمت از جناب باباییان بیشتر استفاده کنیم. در بین نظامی ها خب یک اقلیتی در رده‌های فرماندهی یا به قول معروف کبوتران دور حرم سر سفره انقلاب نشستند، از امتیازات خاص برخوردارند و اکثریتی شاید برای گرفتن یک وام 5 میلیون تومانی مجبورن دست به نامه برای دو گرفتن 2-3 امضا گردن کش بکنن جلوی یک آخوندی که تا به عمرش حتی اسلحه ندیده، که هیچ پوتین سربازی هم به پا نکرده. یک ویدیوی خاطر انگیزی هستش، دست کم برای جناب باباییان یادآور روزهای خوشه و برای ماها هر کدوم شاید یک درس. اون رو تماشا کنید. زنده باد. بزنم به تخته جناب باباییان. بله، اینو عرض کنم خدمت تام جان، جناب باباییان نه تنها خودشون باعث افتخار بودن، شاگرد اول شدن تو دوره و جایزه های هم جایزه آمریکایی رو گرفتن، هم داخل کشور از شاهنشاه جایزه گرفتن. عموی بزرگوار ایشون استوار باباییان کسی بوده که جان شاه رو نجات داده تو سانه، یعنی واقعا باعث افتخاره که امروز ما خدمت ایشون هستیم و قدردان قربان شما بود، قدردان زحمات خودشون و عموشون هستیم. من همیشه خدمت شما عرض کردم، گفتم یه فیلم معروفی هست که شاهنشاه داره قدم میزنه، پشت سرش سپهبدان و افسران، ابتدا جناب جهانبانیه، بعد پشت سرش هم افسران هست. من تشبیه کردم اونو مثل رشته کوه البرز و زاگرس که پشت سر شاه را میرن، اون ابهتی که دارن پشت سر شاهنشاه، اون استحکامی که به اون
آدم حس میکنه که اپ پشت انگار این دوتا رشته کوب پشت شاهنشاه رو گرفتن و اون قدرت داره راه میره و جناب جهانبانی رو دماوند میبینن پشت سر شاه. شاه رو اگه شاخص ایران بدونیم، یعنی ایران فرضش بکنیم، جناب جهانبانی رو میشد دماوندش دونست و این جایگاهی بود که من همیشه با دیدن اون فیلم برای کسایی که پشت سر شاهنشاه قدم برمیدارن قائل هستم و این ارزشی است که مثل کوب کاش پشت سر شاهزاده هم ما یه همچین ستونی داشتیم و با ایشون اون حرکت نظامیوار انجام میشد و میدیدیم این قدرت رو توی قدم هایش. من خیلی میخوام میخواستم واقعا تشکر بکنم از شما. ببینید، ممنونم از اینکه عکس ها رو پخش کردید. این نیست که من اومدم راجع به خودم اینجا صحبت بکنم. من یکی از دلایلی که خواستم عکس ها رو فرستادم در خدمت چون این است که میخوام بهتون بگم که ما از جاهای مختلف این مملکت، از شهرهای مختلف، حتی شهرهای کوچک این مملکت می آمدیم برای خلبانی یا برای هر رشته دیگه و ما رو بیرفستادن آمریکا و ما به امریکایی‌ها اینو ثابت کردیم با اینکه درست با امریکایی‌ها یک کورس رو داشتیم با هم رفتیم، یک ترینینگ با هم دیگه بودیم، نشون دادیم که با اینکه زبان مادری ما زبان آمریکایی نیست یا انگلیسی نیست ببخشید، از اونا بهتریم. این تنها دلیلی بود که من خواستم بهتون بگم که واقعا کسهایی که متاسفانه دیگه در میان ما نیستن و در این جنگ بی خودی که به وجود اومد و 8 سال ادامه داشت در اوایل جنگ، ما متاسفانه این جوانها رو، این خلبانهای شارپ و این انسانهای واقعی که خونشون برای مملکت بود. توضیح دیگه ای رو میخوام بدم، این که در اینجا یادآور بشم، ما تنها ارتشی در دنیا هستیم که در 2 جبهه جنگیدیم، تنها ارتشی هستیم که در آن واحد داشتیم با عراق می جنگیدیم و در آن واحد داشتیم با رژیم جمهوری اسلامی می جنگیدیم. ما تنها ارتشی هستیم که در همزمان هم دورهای ما، هم قطارهای ما تو زندانهای جمهوری اسلامی بودن، همزمان چند تا از بچه ها رو اعدام کردن. ببینید، اینها مهم هست، نه اینکه من کیم یا عرض کنم اسمی در اینجا مطرح نیست. مسئله اینه که مردم ایران باید متوجه بشن و به خصوص ارتشیای ما که الان این یونیفرم تنشونه باید متوجه بشن که اینها برای ساپورت ملت ایرانن، برای ساپورت این مملکتن، باید قدم پیش بذارن. ما به اون نتیجه رسیدیم. واقعا جای تأسفه. من روح تمام این قهرمانان و همون جور که حتی آقای بنی سعد در سخنرانیاش گفت، چندین بار گفت این خلبانان رستمهای ایران بودن، به خصوص در دسفول که من هم اونجا بودم، با خلبانا بودن که مملکت رو نجات دادن. خلبانا بودن اگر پایگاه وحدتی رو، پایگاه دسفول به دست ارتش عراق می رسید، ما کلن غرب ایران از دست داده بودیم. مرسی. من میتونم یه سوال از شما بکنم؟
اون لحظه ای که بهتون گفتن که پای به دی اس فولو باید تخلیه کنید چه حسی داشتید؟ من میدونم خلبان ها همه ایستادن، ببخشید بیرون کلمتون، خلبان ها همه ایستادن یک صدا گفتن تخلیه نمی کنیم، تمرد کردن و دسپول رو حفظ کردن در اصل میشه گفت و کلن خوزستان ما رو حفظ کردن، چون اگه می آمدن دیگه کلن ایران رفته بود. میتونم بپرسم چه حسی داشتین اون موقعی که حتی محکومتون به تمرد دستور کردن؟ ببینید خیلی سخته که اینو من براتون تشریح بکنم احساساتو. ما در این حال زیر بمباران عراق بودیم، چه با موشک‌های اسکات مثل که دفعه اول درست روز 13 جنگ زد ساعت 2 شب و خود اون خاطره‌ای داره که در یه جای دیگه گفته باید بشه، و حتی ما وقتی که تاکسی می کردیم با خمپاره ما رو می زدن. یکی از بچه ها خلبان ها بچه سیفتی بود، رفت توی باند رو چک کنه، یکی از خمپاره ها خورد بغل دستش و متاسفانه یه تیکش رفت توی مغزش و فوت کرد. ببینید در این پایگاه در این حد بود و ما می دونستیم، خلبان ها می دونستن، همونجور که عرض کردم اگر این پایگاه دست عراق بیفته ما نمیتونیم دیگه این قسمت رو از دست عراق در بیاریم. برای همین بود که همه دست به دست هم دادن و نشستن و با هم صحبت کردیم در اتفاقا اتاق فرمانده پایگاه که دیگه ما جمع میشدیم اونجا، نشستیم و تصمیم گرفتیم که ما این کار رو نکنیم. باور نکردنی این نگاه کردن قیافه بچه ها، صورت بچه ها و این کاشکی اون موقع میشد فیلم برداری کرد که اینا با چه شجاعتی میدونستن، ما همه میدونستیم که جونمون در خطره. خیلی ساده، از جون یک انسان عزیزتر چه چیز دیگه ای میخواد باشه؟ ولی اون عرق ملیشون، اون چیزی که ما در این سالهای سال به ما یاد دادن که ما برای ملت ایرانیم، باور کنید خدای من شاهده 90% این بچه ها یک دونشون به این رژیم معتقد نبودن، ولی برای ملت ایران می جنگیدن. برای اون چیزی بود که ترین شده بودن سالهای سال. من همیشه میگفتم من که پدرم پول نداد که من برم آمریکا خلبان بشم، این پول ملت ایران بوده و برای همینه که ما اومدیم. من بازخرید شده بودم. حالا من بازم ببخشید اینو میگم، بازخرید شده بودم. من روز دوم جنگ، من و روح شاد سروان سپر با هم اومدیم توی کمان پست تهران و فکوری اومد بیرون گفت بلافاصله F5 برداری. ما من یک سال بود که F5 نپریده بودم. من ما مدرسه خلبانی رو، ما 12 خلبان بودیم که سیلابسش رو نوشتیم. از هر پایگاهی 2 انتخاب کردن که همین جناب ایزدستا فرمانده ما بود. مدرسه خلبانی که امروز در ایران هست سیلابسش رو ما نوشتیم. ولی وقتی بعد از یک سال ما اومدیم توی هواپیما نشستیم پرواز کردیم. منظور اینه که عرق ملی که من اشاره میکنم در این بچه ها وجود داشت، در 90%شون 95%شون وجود داشت و کشته شدن، از بین رفتن. من نمیخوام بگم بی خود کشته شدن، کلمه درستی نیست، ولی جاست فکر کنید که اگر این مملکت باقی میموند ما امروز کجا بودیم. چرا به باباییان در صحبتاتون به ارق ملی اشاره کردیم؟ در بخش قبل صحبت از نارضایتی شد که ریشه معیشتی داره، نه فقط نظامی ها بلکه تمام مردم. این نارضایتی ها به نیروهای مسلح هم کشیده شده و خودش رو به اشکال مختلف نشون میده، یا تمرد از دستور
یا بازخرید یا اخراج و یا ترک پادگان. هفته ای که گذشت با یک موردی مواجه شدیم از یکی از نیروهای ریزشی از کادر پلیس که به خاطر تمرد از دستور با مشکلات زیادی روبرو شده بود، در نهایت مجبور میشه به همراه خانوادهش ایران رو ترک کنه، در ترکیه اعلام پناهندگی میکنه و به دلایل زیادی الان گرفتار کمپ دیپورتی هاست. هفته گذشته فایل صوتی او رو کیهان لندن منتشر کرد. فایل رو بشنویم، برگردم سوال رو مطرح کنم. با درود، این جانب جواد صادقی، درجه دار یگان ویژه فرماندهی انتظامی، کد پرسنلی 40429119، با حدود 7 سال خدمت که در یگان یکم یگان ویژه تهران خدمت می‌کردم، با تمرد از دستور سرکوب مردم که برای خواسته های به حق خودشون به خیابان ها اومده بودن و به حسب وظیفه انسانی خودم سلاح رو زمین گذاشته و ترک خدمت کردم. پس از مدتی تحمل شرایط فشارها و مشکلات بسیار زیادی که سازمان های اطلاعاتی امنیتی برای خودم و خانواده‌ام ایجاد کرده بودن، به ناچار مجبور شدم که در سال 2022 به ترکیه پناه ببرم. یک سال و نیمی که در اینجا هستم و در حال حاضر که دارم باهاتون صحبت میکنم، 4 ماه هست که به کمپ آکیورد در آنکارا آوردنم و در خطر جدی دیپورت به ایرانم که در صورت بازگشت جان من و خانواده‌ام در خطر هست. در حال حاضر شرایط من در کمپ بسیار بد هست و برخورد مامورین کمپ بسیار سخت و خشن. هیچ گونه بررسی از طرف سازمان‌های مربوطه مثل UN و نمایندگان اروپا انجام نمیشه. در تاریخ 2 می وقت سفارت سوئیس رو داشتم که اجازه حضور و انتقال من رو به کنسول ندادن، در صورتی که این حق طبیعی و قانونی من طبق قوانین خود کمپ است که از من گرفته شد. با توجه به اینکه شماره پرونده سازمان ملل دارم و ظاهرا تحت حمایت بین المللی هستم، اما بارها و بارها درخواست کمک از اونها کردم و سازمان ملل در ترکیه گفتن که درخواست شما به ما مربوط نیست و ما نمیتونیم کمکی بهتون کنیم. مسائل مشکلات بسیار زیاد دیگری هم هست که دلیل تمام این فشارها اینه که تسلیم بشم و شخصا خودم درخواست دیپورتم رو امضا کنم. با توجه به شرایط پیش اومده از کلیه سازمانها و گروههای مربوطه، اشخاص حامی و فعالان حقوق بشری درخواست حمایت دارم. باشد که این کمک و حمایت شما باعث تداوم کنارگیری دوستان و همقطاران من در یگان ویژه و ریزش دیگر پرسنل سازمان فرجا شود. فایلو شنفتیم. ریزش نیروهای مسلح یک واقعیته. یعنی اگر قرار باشه 2-3 رکن برای پیشرفت انقلاب ضد حکومتی در ایران باشد، یکیش ریزش در بین نیروهای مسلح و به طور مشخص زمینگیر شدن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است. با توجه به تاکیدات شاهزاده رضا پهلوی در مورد سازماندهی این ریزش‌ها یا کمک به قرار گرفتن اونها کنار مردم، فکر می‌کنید چه کارهایی رو اپوزیسیون می‌تواند انجام دهد برای اینکه کمک بشه به این روند ریزشی؟ جای واقعا تأسف که یک کسایی در این شرایط قرار می‌گیرن. عرض کنم که یکی از چیزهایی که شاهزاده در موردش خیلی صحبت کرده مسئله اغنوس و قسمت اغنوس یک قسمت به حساب سیکیوریتی داره که من سعی میکنم حتما تماس بگیرم. از نظر ما نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، ما یه اسوسییشن در 4 سال گذشته به صورت نان پروفیت اورگانایزیشن به صورت به ثبت رسیده و ما بارها و بارها نامه هایی دادیم به جاهای مختلفی، مخصوصا به عرض کنم خدمتون به دادگاه های مختلفی و تونستیم کارایی بکنیم و آماده این بودیم که بریم اونجا شهادت بدیم. در مورد ایشون من باید یه مقدار تحقیق بکنم. در حقیقت
واقعیت نمیدونم که شاهزاده در این مورد چه کارهایی میتونن بکنن، ولی از مسئله این قسمتش رو من در جریان نیستم. ولی ما یه چند تا کسایی رو داریم که در ایمیگریشن هستن، اینها بسیار بسیار در موارد متفاوت به ما کمک میکنن. من شاید بتونم از اون طریق ببینم بتونم کاری بتونم بکنم. در مورد دیگه که جواب سوالت اومده، متاسفانه من در جریان اون مسئله راجب شاهزاده نیستم. شاهزاده دیروز در نشست لندن در جمع خبرنگاران و شماری از فعالین سیاسی بودن که بار دیگه تاکید کردن به ضرورت ریزش نیروهای مسلح و کنار مردم قرار گرفتن اونها، البته اونهایی که دستشان به خون مردم آغشته نیست، و بحث عدالت انتقالی رو بار دیگه مطرح کردن. شهرام، اصلی ترین دلایل ریزش در بین نیروهای مسلح، فارغ از اینکه در ارتش باشن یا حتی سپاه، صنایع دفاع یا حتی نهادهای امنیتی، چه میتونه باشه؟ ببین الان من خیلی خوشحال شدم اینو عرض کنم، چون خودت میدونی من یکی از مطالبه گراها هستم که میگم اپوزیسیون برنامهش برای نیروهای ریزشی چیه. این که الان جناب بابایان فرمودند، کاپیتان فرمودند که ارگانیزیشنی درست کردن برای اینکه بتونن نامه بدن حمایت بکنن، این حمایت ها خیلی خوبه، بتونن نامه بدن یا حتی میتونن تو تدوین برنامه ای باشه که این ریزشی ها رو بدونیم چی کار بکنیم. حالا اسمشو میذاریم ریزشی، کسایی که سمت مردم میستن. یعنی اتفاقا من مطالبم به این شکل بود که آقا شما فرمودین بیان سمت مردم، حالا اومدن سمت مردم، باید چه کار بکنیم؟ این خیلی مهمه که الان شد گفتن ما به فکر هستیم، داریم یه سیستمی رو ترتیب میدیم بتونیم حمایت جهانی داشته باشیم از این عزیزان که میریزن. حالا شما بحث ریزش ها رو میگی، الان ما به یه مقطعی رسیدیم، بچه ها دیدن همه چی براشون دو قطبی دروغ در اومده. یعنی مثلا بهشون گفتن شما میرید برای فلان کار، بعد میبینن خانواده خودشون توی اون بچه هایی هستن که کف خیابونن. این فایل صوتی که از سپاه یا از جای دیگه اومده بود بیرون، اگه خود دیده باشی از کمیسیون امنیت ملی اومده بیرون، خیلی از اونایی که فرماندهی این بخش هایی رو داشتن برای سرکوب میگفتن بابا بچه خواهر خودم اونجاست، بچه خودم اونجاست، بچه منو گرفتن مثلا فلان زندانه. خب قطعا دیگه الان میدونن بحث نظام یا اون شانتاج و فلان و اینا نیست، خواست خود ملته. بزرگترین چالشی هم که الان رژیم باش روبرو شده اینه که دارن نیروهایی که اعتقاد داشتن بهش یا پاشنه آشیلش فرض بکنیم، متوجه میشن که نظام داره خلاف منافع ملی ملت و خلاف اون چیزی که تا حالا ادعا داشته داره حرکت میکنه و کلاه گشادی تا به امروز سرشون گذاشته. وقتی که دست یک نظام کلاهبردار به این شکل، یا شیاط بگم، ببخشید از این عبارت استفاده میکنم، عبارت بهتری نمیتونم پیدا کنم، بدین شکل رو میشه برای حتی برای نیروهای خودی، نیروهایی که گولشون زدن به اسم منافع ملی یا امنیت ملی و فرستادنشون آن سوی مرزها هم رفتن عملیات انجام دادن، خب الان میفهمن که برای پوچ رفتن، برای فلان آقازاده رفتن، نه برای ملت ایران. اگه قرار بود این سرمایه ملی خرج مثلا مردم سوریه بشه یا فلسطین بشه یا فلان جا بشه، اون کودکی که توی چابهار یا توی خود شما توی کیان لندن فکر کنم خبره رو خوندید، یکی از این بچه ها افتاده توی این هوتکایی که آب جمع میکنن و غرق شده بود و فوت کرد، یا خیلی کودکان بدون شناسنامه. خب ما تو ارتش همونجوری که کاپیتان رو فرمودن، ما تو ارتش یاد میگرفتیم اول کشور بعد ملت، باید محافظ اینا باشیم. خب الان اون محافظت از ملت کجا رفته؟ میدونی چی میگم؟ شما نمیتونی بگی که مثلا 80% 90% ملت نمیدونم خریده شدن توسط عامل، همین چرت و پرتایی که این آقایون میان میگن و میگن اینا رو مثلا خریدن و فلانه. برای همینه که بچه های یکی یکی دارن بر میگردن. حالا یکی مثل این بنده خدا استوار که اومده توی ترکیه گیر کرده، و خیلی ها هستن که
به صورت مخفیانه الان دارن داخل یگان ها کارهای خرابکارانه میکنن و اطلاعاتی که از داخل یگان ها امروز داره به خارج درج میکنن همون هایی هستن که ریزشی هستن و خیلی جا اسم و مشخصاتشون نیست. حالا جلوتر در خدمت دو پرسش از شما دوستان پرسیدند، بنده به نمایندگی از اونها مطرح میکنم. سوال اول در مورد نقش شاهزاده رضا پهلوی با نیروهای مسلح، به نظر شما یا در شرایطی که خوب ایران در دوران گذار قرار بگیره، جز ایشون کسی هستش که بتواند نیروهای مسلح با هم تکیه کند؟ عرض کنم خدمتتون که من این سعادت رو داشتم که در خدمت شاهزاده از سال اگه اشتباه نکنم 86 برای اولین بار در یک مراسمی در سان فرانسیسکو از ایشون که یک کلابی ایشون رو دعوت کرده بودند خواهش کنم که تعدادی از خلبانای ما در سان فرانسیسکو بودیم که ما برای اولین بار بود که به حساب این کانون نیروی هوایی رو اونجا به وجود آوردیم و بعد به اورنج کانتی اومد. با ایشون دفعه اولی بود که در خدمت ایشون بودیم و صحبت هایی که ایشون خیلی خصوصی بین ما خلبانا کرد. ببینید شاهزاده چه در اون زمان چه در ادامه‌ای که بارهای دیگه‌ای من در خدمتشون بودم و صحبت هاشون رو گوش میکنم، فالوشون میکنم، ببینید به غیر از ارتش شاهزاده تنها آلترناتیو ایرانه، کسی است که روی صحبتاش همیشه مونده، هیچ وقت حرفاشو عوض نکرده و همون جوری هم که در سخنهای آخرش من در یک کلیپی بود دیدم خیلی قشنگ تشریح میکردن که هر زمانی اون لیدر اون رهبر باید بر اساس اون زمان عمل بکنه. به طور مثال خیلی ها بهشون ایشون میگفتن که شما چرا چکمه پدرتو پاد نمی کنی. یه خاطری براتون اینجا بگم، ما در یک زمان خصوصی در خدمت ایشون بودیم، تمام خلبانا خیلی به قول کژوال خیلی خصوصی در خدمتشون بودیم. بعد از این نهاری که با ایشون صرف شد بچه ها جمع شدن دوره هم، یکی از تیمسارهای ما از ایشون پرسید شاهزاده چرا پوتینای پدر بزرگ تو پاس نمی کنی؟ ایشون برگشت گفت اگه من مردم شما چی کار می کنید؟ همه موندن چرا ما سیستم پیاده نمی کنیم؟ چرا ما فقط می خواهیم شخص به شخص میچسبیم و به اون شخص هم دیدیم دیگه راجعش بهتره که توضیح ندن. اینه که تنها آلترنتیو ما، تنها کسی که ما میتونیم روش حساب بکنیم، کسیست که دید بسیار بسیار بازی رو داره برای مملکت آینده ما، برای آینده ایران. ایشون تنها کسیست که ما میتونیم روش حساب بکنیم. تجربه ایشون با از نظر سیاسی و اجتماعی و این دونستن که چه چیزهایی احتیاج هست بلافاصله برای اینکه مملکت رو به دست بگیرن، همین مسئله اغنوس، این کسایی که انتخاب شدن اینا کسایی نیستن که حتما سلطنت طلب باشن، اینا چون همیشه آدم ها اینا اشتباه میکنن، تمام کسایی هستن که تخصص های مختلفی در جاهای مختلفی دارن که میتونن بلافاصله جایگزین باشن. پرسش دوم، با توجه به اینکه شما سابقه پرواز در ایرلاین های آمریکایی رو هم داشتید، در روزگاری یکی از بهترین خطوط هواپیمایی آسیا و بلکه دنیا هواپیمای ملی هما بود، امروز به خاک سیاه نشست، پروازها غالبا با تاخیر، هواپیماهای زمینگیر گزدمه اعتماد گزارش داده بود دست کم
6 7 یا 8 یا حد اکثر 10 هواپیمای سرزنده در ایلان های ایران میپرند. با توجه به اینکه تحریم ها ادامه پیدا کرده، قطعات استوک و دست دوم از بازار سیاه چند برابر قیمت باز خریداری بکنند. چند شرکت دست کم در 3-4 ماه گذشته همینجور در شهرستان ها رونمایی شده با دوست هواپیمای قدیمی یا وارداتی دست سوم و چهارم. آینده ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ ببینید الان اینا، این هواپیما که پرواز میکنن بمبای هوایی هن. این هواپیما ها فرسوده شدن و مقدار زیاد پرواز و عدم به حساب نداشتن اسپر پارت های مختلف، این هواپیما باید همشون گراند بشن، همه باید بشینن رو زمین. ببینید متاسفانه دارن با جون مردم بازی میکنن. هیچ راه دیگه‌ای در حال حاضر هواپیمای ایرانر نداره به جز اینکه بتونه به هر وجهی که شده هواپیمای جدید بخره. ما اصولا در ایرلاین ها خب در فرقی نمی کنه، همه هواپیما به خصوص ایرلاین، هر هواپیمایی دارای قطعاتی است که باید بلافاصله اینا در اساس یه ساعت عوض بشن و اینا نمیتونه به حساب اینا رو اکستندش بکنن به خاطر اینکه اون قطعه رو ندارن یا اینکه فکر کنن که این ممکنه هنوز کار بکنه. همین اتفاقا در اوایل در متاسفانه در هواپیمای شکاری اتفاق افتاد که فرضاً یک قطعاتی بود، به طور مثال در مورد چترهای که صندلی ایجکشن که اینا آلیاژ های مخصوصی دارن که اینا باید سر ساعت عوض می شدن، سر تایمشون عوض می شدن و متاسفانه بعد از انقلاب اینا نگاه کردن گفتن آقا این چه دیگه، برای چی ما اینا رو عوض کنیم؟ چیزیش نیست. 3 تا از خلبانای ما بعد از ایجکشن پیچید دور گردنشون و خفشون کرد. ببینید این به قول معروف همون چی که عرض کردم یه بمب هوایی ان اینا و مردمی که با این هواپیما مسافرت میکنن، خلباناش فرق نمیکنه، کروهش، اینا همشون در خطر هستن. تنها چیزیست که میتونم بگم باید یه هواپیمای جدید بخرم. و با وجود نظام جمهوری اسلامی من بعید میدونم که حالا بشه هواپیمای خوب وارد ایران کرد. چهرام 3-4 دقیقه فرصت داریم. رادیو فردا گزارش رو منتشر کرده که سال 1403 17 میلیارد دلار سهم بودجه نظامی در ایران بوده. تازه تخمین زده اینها بودجه هایی که تونستیم پیدا بکنیم، بماند چقدر از قاچاق مواد مخدر یا زد و بردها و پولشویی های بابت قاچاق نفت و گاز و میعانات به جیب میزنن. این پول ها صرف حزب الله و حماس و حوثی ها شده، چیش به نیروهای مسلح رسید؟ همونجور که جناب کاپیتان فرمودن تمام هواپیما ها باید گران بشه. این که ناوگان هوایی ایران پیره، درست فرمودن، بردن پیش خامنه ای گفتن که قطعات عمر قانونی داره. خامنه ای به جایی که بیاد بگیم مثلا این داستانش چیه، برگشت که هرکس از عمر قطعات صحبت بکنه خائنه. و همون که شاهدیم الان حادثه های مختلف میدیم، یه دفعه F5 در آشیانه پایگاه وحدت یا همون دسفول، یه دفعه تو آشیانه صندلیش میپره و خلبان از دست میره. متاسفانه اون پولی که باید خرج نیروهای نظامی بشه داره صرف بازی پهباد بازی و مشک پراکنی میشه، مشک پرانی میشه، بازی های سپاه میشه. تقریبا میشه گفت الان افتادن به زمین فروشی، افتادن به برای حقوق بچه ها. خودت میدونی که زمین میفروشن، زمین های ارتش، اون زمین های شرف ارزی شاهنشاهی رو دارن میفروشن تا بتونن حتی حقوق پرسنل رو تامین بکنن. وضعیت ارتش خیلی اسفناکه و
سپاه هم که افتاده به قاچاق و کارهای دیگه داره انجام میده. با توجه به تحریما اتفاقا شاهزاده حرف قشنگی زد دیروز، گفتش من نمیدونم پس از براندازی چقدر پول در اختیار ما هست و چه کار میتونیم بکنیم و چقدر تحریما چه زمانی برداشته میشه. اتفاقا حرفشون یکی از درستترین حرفا بود، به خاطر اینکه ما باید ببینیم چه اتفاقی بعد از براندازی میفته و چگونه میشه بازسازی. یعنی یک کشوری که 50 سال انگار 5 تا زالو بهش آویزون بودن و هی دوشیدن ازش، خرج 6 تا جنگ 7 تا جنگ نیابتی رو داده، باید ببینیم که چجوری میشه اینو احیا کرد و چجوری میشه حتی ناوگان هوایی، نیروی زمینی، نیروی اینا رو دونه دونه اوکی کنیم. وقتمون هم مثل اینکه ظاهرا تمام شد. در اتاق فرمان خبر دادن که وقت تمام شده. جناب بابایان ممنونم که تشریف آوردید، وقت گذاشتید، در برنامه ما بودید. چهرام ممنونم از تو. قربان باشم که قول دیگری بدید در برنامه های دیگه کنار ما باشید جناب بابایان. حتما در خدمتتون خواهم بود. سپاس از همه درست. شما که بیننده این برنامه بودید. قربانش. تو امثال تو را مقتوع میکردن صدا، تو تصویر من را به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چیزی تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی